به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از آماج نیوز، انفجار دو ماین در کندهار جان 12 عضو یک خانواده را گرفت. بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار می گوید که حوالی ساعت 9 امروز موتر عامل افراد ملکی در ساحه پتانخیل در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار با ماین کنار جادهی برخورد کرد که در نتیجه 12 عضو یک خانواده جان باختند. با گفته سخنگوی والی کندهار، در یک رویداد دیگر یک موتر نو مازدا رأس ساعت 12 امروز در این ولسوالی نیز با ماین جاسازی شده برخورد کرد که در این رویداد یک نفر جان باخته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. و همچنان دیدار حامد کرزی با سفیر روسیه در کابل، دیداری که میان سفیر روسیه و رئیس جمهور پیشین افغانستان صورت گرفت درباره مذاکرات و صلح بحث کردند. با گزارش سپوتنیک، سفارت روسیه در افغانستان با نشر تصویری گفته است که دیمیتری ژیرنوف سفیر جمهوری فدراتیو روسیه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دیدار نمودند. گفته می شود که دامه بحث روی وضعیت پیرامون مذاکرات بین الافغانی بوده است. دیدار آنها در حال است. روز گذشته نیز معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه از دیدار سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان خبر داده است. در خبرنامه آمده است که معاون دوم ریاست جمهوری علاوه بر تاکید بر اهمیت روابط میان افغانستان و روسیه گفته است که تحکیم و ثبات و امنیت دوامدار در منطقه و توسعه همکاری های منطقوی از اولویت های کاری حکومت افغانستان می باشد. دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان در این دیدار بر توسعه همکاری های سیاسی و فرهنگی میان افغانستان و روسیه تاکید کرد. وی با ابراز علاقمندی روسیه به همکاری های علمی و فرهنگی با افغانستان گفت که روسیه آماده است در راستای علمی و فرهنگی و دادن بورسیه های تحصیلی همکاری کند. و همچنان به نقل از افق، دفتر معاون دوم یا دایکوندی کوچک در فرمول توزیع قدرت بر بنیاد قومیت و سهمیه بندی قومی انتظار عدالت بیهوده است و به سرانجام نمی رسد. این موضوعی است که در افغانستان 20 سال اخیر به وضوح شاهد آن بودیم. در این مدت بارها لیست بالا بلند از مقامهای عالی رتبه یک وزارت، ریاست یا مدیریت منتشر شده که نشان می داد اغلب کارمندان آن وابسته به یک قوم هستند، لزوماً قومیت مربوط به رئیس اداره. با این حال در این میان کسانی نیز بودند که همواره نسبت به این نظم ناعادلانه اعتراض کرده و قومیت را مانع بزرگ در مسیر تحقق عدالت و استحکام و استقرار شایستگی و لیاقت و اهلیت افراد دانستند. بخش از نیروهای منتقد را غالباً اقلیت‌های محروم و در حاشیه تشکیل می‌دهند که احساس میکنن حقشان توسط قومیت های بزرگتر و زورمندتر غصب شده و دستشان از مواهب و امتیازات کرسی های قدرت کوتاه مانده است. آنها حق دارند و اسناد و مدارک و شواهد فراوانی نیز وجود دارد که دعای آنان را توجیه و تشریح میکند و نقطه ضعف سیستم، علیل دولتداری و توزیع قدرت در افغانستان را آشکار میکند. در این میان این پرسش نیز همواره وجود داشته است که آیا کسانی که همیشه اعتراض و انتقاد می کنند و فرمول توزیع قومی قدرت را که دشمن عدالت و لیاقت و اهلیت افراد است مورد حمله قرار می دهند، اگر خودشان در موقعیت مشابه قرار بگیرند عملی شبیه افراد و مقامهای مسلط کنونی مرتکب نمی شوند؟ با بیان ساده تر، چه تضمین و اطمینانی وجود دارد که آنهایی که به دلیل کوتاه ماندن دستشان از قدرت فرمول توزیع قدرت بر مبنای قومیت را به چالش میکشند، خودشان در صورت رسیدن به قدرت بر پای همان فرمول عمل نکنند و اقوام و اقارب و خویشاوندان خود را در سمت ها اساس و مهم نگمارند؟
این پرسش به ویژه معطوف به نمایندگان منتقد قدرت در میان طایفه اقلیت جامعه افغانستان است. برای مستندسازی این نگرانی و چالش لازم است تا به یک نمونه نزدیک به ذهن اشاره کنیم. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از اقلیت قومی هزاره و اهل ولایت دایکندی در مرکز کشور است. آقای دانش یکی از همان کسانی است که به مثابه یک قانون پوه و حقوق خوان و حقوق دان سخن از عدالت میزند و بدیهی است که شایستگی و لیاقت و اهلیت را معیار تأمین عدالت در توزیع قدرت میداند و اگر از او درباره فرمول توزیع قدرت بر پایه قومیت سوال شود بیدرنگ آن را رد و نفی خواهد کرد. اما اخیراً سندی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد حداقل 22 نفر از مقام‌ها و کارمندان ارشد دفتر آقای دانش از ولایت دایکندی هستند. این سند کامل نیست و ممکن است افراد دیگری نیز باشند که نامشان در این لیست نیامده است. در این که دایکندی از ولایت‌های به شدت محروم و فقیر افغانستان است شکی وجود ندارد، اما راه مبارزه با فقر و محرومیت یا به تغییر رئیس جمهوری، شکستن زندان جغرافیایی این ولایت، استخدام گسترده مقام‌ها و کارمندان دفتر معاون دوم از اهالی دایکندی نیست. او می تواند برای محرومیت زدایی و ریشه‌کن کردن فقر در ولایت مطبوع خود پروژه های زیربنایی تری را طرح و تدوین کند. نظر رئیس جمهوری و مقام های دیگر دولت را جلب کند و اقدامات انجام دهد که از رنج و محنت و مصیبت اهالی شریف دایکندی به صورت پایدار بکاهد. اما استخدام بخش قابل توجه از کارمندان اداره تحت امر آقای دانش از یک ولایت و حتی یک قوم عدالت سیاسی و اداری را به نفع فرمول توزیع قومی قدرت تضعیف می کند و به دیگر ادارات دولتی نیز اجازه می دهد تا عمل مشابه انجام دهند و به این ترتیب دولت به جای آن که در خدمت کلیت کلان به نام ملت افغانستان فارغ از قوم و تبار و نژاد و زبان و مذهب و جناح و جغرافیا باشد در خدمت اقوام و خویشاوندان چند مقام انگوش شمار قرار می گیرد. همین اکنون دفتر معاونیت دوم عملا به یک دایکندی کوچک تبدیل شده است. دایکندی که البته شباهت به وضعیت عصبوار مردم مرحوم آن ولایت و جغرافیای خشن و طبیعت نامهربان آن ندارد و باستاب دهند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.